یادتون بذارم چیز جالبیه. خب متاسفانه حالا تو چشمم نیومد که کجا گذاشتم اینو. اشکال نداره، من اینو پیدا میکنم براتون جلسه بعدی میذارم. بیشتر هدفم اینه که با مدل یه وایت پیپر آشنا بشین که اگر خواستین توی آی سی شرکت بکنید بتونین ازش بهره مند شین. قبل از اینکه برم سراغ قراردادهای هوشمند میخوام یه کار دیگه انجام بدم. ما توی صحبتامون اومدیم اسکرین شیر بزنم که شما اونو ببینید، اومدیم در خصوص گفتیم که شما میتونید ایردراپ ها رو استفاده کنید. سوالی که پیش میاد این که من لیست همه ایردراپ ها رو از کجا میتونم ببینم؟ یه سایتی هست، من این لینکش رو براتون میذارم، airdrops.io. آقای مهندس یوسفی اینا رو اگر زحمت بکشین آدرس ها رو بذارید برای دوستان توی قسمت لینک، من همه رو میذارم که دیگه هی نخواهیم زحمت بدیم به شما، همه رو یه دفعه جا هم آدرس وال ها. خب ببینید توی ایردراپ ها airdrops.io لیستش پروژه که داره به قول معروف چی میشه ایردراپ میشه رو اومده گذاشته اینجا، آخرین ها مثلا حالا اون پر بازدید ها و اون مواردی که حالا دیگه در مراحل آخریش تموم شده دیگه، اکسپایر شده دیگه، لیست اینا رو کامل اینجا میبینید. من روی یکیش همینطور محض نمونه کلیک میکنم، اصلا همین اولی Basic Attention to، منتظرم صفحش باز شه. ببینید اومده گفته که برای چه کار باید بکنید تا بتونید این چیز رو دریافت بکنید، این توکن رو که حالا اسمش Basic Attention توکن بات بهش گفته، بعد یه چیزی رو دانلود کنی، بعد تو آدرس بار اینو بذاری، پاپ اپ که باز میشه مثلا این کار رو انجام بدی. همینطور اومده پایین توضیح داده و اومده گفته که حالا مثلا تا این مرحله رو بیا و در انتها مثلا حالا یه تعدادی هم بهت توکن تعلق میگیره و اومده تخمینم احتمالا داره از قیمت توکنش که حالا بعد ببینید دیگه 25 تا 40 تا توکن هم بهتون میده. یه سری کار هم میخواد براش انجام بدید. این شد ایردراپ مجانی. توزیع رایگان بر یک روش بازاریابی توی حوزه کریپتوکارنسیه. حالا دوباره برگردیم به اون گولد راشه. برگردیم به همون بیل کلنگمون که ما چی میتونیم بفروشیم. ببینید اینایی که میان سایت های اینجوری درست میکنن، حالا میریم سراغ یکی خیلی سایت قوی تر از این. میاد مثلا میگه من 15 تا بی تی سی میگیرم، 10 تا بی تی سی میگیرم، یا 30 تا ای تی اچ اتریوم میگیرم تا تو رو لیستت کنم اینجا. چرا؟ بازار غیر متمرکز. شما یک کلونی از آدمهایی رو داری که اینها پتانسیل خرید این ایردراپ رو دارن. اون کسی که داره این ایردراپ رو راه اندازی میکنه یه مبلغی رو باید هزینه بازاریابی و تبلیغاتش بکنه. اگر بیاد اینجا لیست بکنه خیلی به نفعشه، چون سریعتر به جامعه هدفش معرفی میشه. پس تشکیل یه همچین سایتی خودش یه دونه بیل و کلنگ فروختنه. خب من آدرس اینو براتون گذاشتم، سر حوصله دونه دونه اینها بزنید، آدرس والتتون رو میدین، تو مای اتر والت یک کیف پول ایجاد بکنید، آدرس اون رو بذارید اینجا، دیگه تمام این ERC20 و 220 رو میتونید بگیرید. سایت بعدی ICO Bench. این ICO Bench خیلی شرایط خاصی داره و عدد خوبی میگیره. اسکرول کنیم بیایم پایین ببینید، میاد میگه که من ICO هامو در، اولا که خیلی شرکت کتاکولوفت و بزرگیه و 27 بیلیون دلار چیز کرده اینجا، تامین مالی انجام داده و 334 تا آدم حرفه‌ای تو این بازار رو ما رنکینگ انجام داده و خدمتون عرض شود که توی 97 درصد ICO KYC هاش هم موفق بوده و یه جامعه 85 بالغ بر 85 هزار نفر هم اینجا برای خودش داره، 5 هزار خورده هم پروژه داره و
و 17 هزار تا هم توی پروژه رو رتبه بندی کرده. ببینید اینجا اومده سمت چپ آی سی او اش گفته رو پلتفرم باشه، رو کریپتوکارنسی باشه، بیزینس استایل باشه، اینوستمنت باشه، اسمارت کانترکت، همینطور داره تقسیم میکنه میاد پایین، بانکینگ باشه. ببینید اولین چیزی که بالاترینش 1000 خورده رو اینوستمنت بود، بعد میاد رو بانکینگ و همینطوری میاد پایین تا مثلا به آرت میرسه یا لیگال میرسه یا چریتی میرسه، که میاد یه سری آی سی او در این حوزه است. رو هر کدوم از اینا کلیک بکنید تو اون کاتگوری هم بهتون اطلاعات میده. ببینید پس ما تو اولی تو این ای دراپ ها رو دیدیم، اون مجانی ها رو دیدیم، تو این آی سی او ها داره به من میگه که کدوم آی سی او رو میتونم شرکت بکنم و هر کدوم از اینا به چه صورتیه. من اسکرول میکنم سفر میام پایین تو آی سی او کلندرش، از تو این کلن چی میگن توی روزنامه اش نیوز پیپرش اگر عضو بشین، هر روز هر هفته براتون یه سری گزارش میاره، میگه اینی که داره میاد و این آخریا و اینی که داره به پایان میرسه به چه صورتیه و کدوم ها هست و هر کدوم میتونید کلیک بکنید بر اساس این بیاین ببینید. و اینجا یه چیز جالب داره، اینکه من دارم دنبال این اکسپرت ها، تو این اکسپرت ها توی فور آل که من کلیک کردم لیست آدم های این خدمتون عرض شود حرفه‌ای تو بازار کریپتو رو میاره. یه خود صبر بکنیم تا این صفحه که باز شه، میبینیم که مثلا رنکینگ هم کرده این 3 و 8 تو چه پروژه هایی بوده و الی آخر. من از این موضوع میخوام اینجا بگذرم چون ما یه فصلی داریم به نام آی سی او و توی اون میخوام بیت به بیت اینا رو با هم ببینیم که چجوری من توی آی سی او شرکت کنم، چون اینا بازدهیاش فوق‌العاده است. ببینید ما یه سبد سرمایه گذاری میخوایم تشکیل بدیم دیگه، یه قسمت قابل توجهیش رو از مثلا به بیت کوین و اتریوم و بقیه ارزها تخصیص خواهیم داد، یه قسمتیش بازه، اون قسمت بازه رو بیایم ریسک کنیم. کشاورز دیدی چشاشو میبنده دستشو میکنه توی کیسه، همینطوری این گندما رو بذرا رو میریزه توی زمین به امید اینکه یکی از اینها در بیاد و یه مجموعی از اینها در بیاد تا بتونه مثلا یه خرمن خوبی داشته باشه، حالا کارش انجام. شما هم توی این قصه نمیتونی، انقدر منابعت زیاد نیست و بی ارزش که اینجوری پخشش کنی، باید یه بررسی کنی، فیلتر کنی، از بین اونها بهترین ها رو پیدا کنی. ما یه فصل خواهیم داشت که من دوباره برمیگردم سراغ آی سی او بنچ. پیشنهاد میکنم این سایت خودتون سر حوصله بالا پایینش بکنید، براتون چند تا ویدیو هم میتونم به اشتراک بذارم توی این گروه تلگرامی. فقط یکی از دوستان حتما یادآوری بکنه ویدیوهای من همش توی یوتیوبه که بهتون یک کلیاتی میگه و اون ریزکاری ها و نکات مهمی رو که در قسمت آموزشی با هم میبینیم. و اینجا هم کلی اطلاعات مختلف براتون گفته، این اکسپرت های توی حوزه اینه، اکسپرت آدم هایی که توی حوزه بلاکچین دارن کار میکنن، ادوایزر هایی که دارن توی حوزه بازاریابی بلاکچین دارن کریپتوها و آی سی او دارن کار میکنن که خیلی با ارزش اینا رو دیدن. و یه سری هم آی ای او Initial Exchange Offering، تفاوت ICO با IEO، تفاوت ICO با STO، ICO با Venture Capital، ICO با Crowdfunding، میره تو اون فصله. گیجتون نکنم، کلی کار روی این موضوع با هم داریم. اما اگر بخواین ازش استفاده کنید حتما باید یه کیف پول هم قبلش داشته باشین که بتونید از اینا استفاده بکنید، میخری بعد برات انتقال بده. این آدرسش هم بهتون دادم. و یه نکته جالبه دیگه، یه سایتی هست به نام etherscan.io، مثلا شما یه کیف پول اتریوم داری، آدرسش رو که اینجا بزنی مشخصات اون رو برات میاره، میگه آخرین ترانزکشنت کی بوده، یا اگر یه کیف پولی رو داری همطور پیدا کردی آدرسش رو می‌خوای موجودیش چقدره، از این طریق استفاده می‌کنی. تو جلسه بعدی در مورد کیف پول پولدارا می‌خوایم با هم صحبت کنیم. اما براتون جالبه بگم که اینجا یه گزارشی داره، یه تاپ اکانت داره توی بلاکچینش. روی این تاپ اکانت که بزنی داره موجودی چیزا میده، بالانسش رو میده، این آدرس میگه، این آدرس کیف پول، نیم تگش یا همچین چیزیه، حالا بعضیشون مشخصه بعضی مشخص نیست، بالانسش 5240 تا اتریوم داره،
که حدود 4.5% کل اتریوم های ببخشید 5 میلیون گفتم 4000 5000 5.240.834 تا و خورده ای اتر داره که معادل 4.5% اترهای روی بلاکچین اتریومه و خدمتتون عرض شود که این یکی از بزرگترین کیف پول هاست و ثروتمندترینه. من روی این کلیک میکنم. خب مشخصات بیشترش داره به ما اینجا ارائه میکنه. یه قسمتی داره به نام توکن. اگه خواستم تو آی سی او شرکت بکنم اینا رو سر جاش میگیم ما، ولی میخوام اینجا فقط خط رو داشته باشین. اگه اینم اگه میخوام توی آی سی او شرکت بکنم بعد نیست یه خورده بیم بینه این پولدار مولدارا اینه که آدم هایی که کیف پول گردن کلوف دارن رو کدوما رفتن. فقط یه حس به من میده، مثل نبگم مثل، ولی شبیه اون حقوقی میمونه که تو بازار بورس شروع میکنه خرید کردن با یه هدف دیگه. نمیشه قطع به یقین گفتش که این عالی است و ولاغی، اما میشه یه مقداری به بره تو واچ لیستتون بهش دقت کنید، تو اون لیست مورد نظرتون باشه، اسکرول کنید بیاین پایین. اینجا لیست تراکنشاشو بهمون میده، میگه 2 دقیقه قبل از این کیف پول وارد شده بهش 1/100 اتر. میتونه مثلا کیف پول یه صرافی باشه یا هر چیز دیگه. جذابیت کریپتوکارنسی تو اینه که شما همه ترانزکشن ها خیلی شفاف رو بستر بلاکچین مربوطه میتونید ببینید، اما نمیدونی این کیف پول مال کیه. جالبه براتون بگم که یه سری کیف پولا رو یعنی تخمین زدن که میتونه مربوط به چه آدم هایی باشه، حالا بر اساس حدس و گمان یا مثلا این شانتاج خبریه، که مثلا یکیشون میگن مربوط به مایکروسافت، یکیشون میگن مربوط به خانواده سلطنتی بریتانیاست. و خب میدونید که این وقتی پول میرین تو دیگه تکس مکس هم نداره دیگه. بعدم توی قسمت ثروتمندان میخوام بهتون یه چیزایی رو نشون بدم که شما میتونید با این کریپتوتون، اصلا یکی از دغدغه‌ها اینه که من اینو چجوری میتونم تومنش کنم، دلارش کنم، یوروش کنم. اصلا احتیاجی نداری که به اینا رو تبدیلش کنی، میتونی